هشدار در خصوص ظهور سویه‌های جدید کووید 19. تحقیق جدید نشان می‌دهد در صورتی که کشوری به واکسیناسیون نسبی یا قابل توجه جمعیت خود دست یافته باشد، اما همچنان میزان مبتلایان جدیدش به خصوص در میان افراد واکسینه شده بالا باشد، احتمال ظهور گونه‌های خطرناک‌تر کووید 19 که در برابر واکسن نیز مقاوم‌تر هستند، افزایش می‌یابد. زمانی که افراد واکسینه شده به کووید 19 مبتلا می شوند، ویروس موجود در بدن آنها سعی می کند خود را با اثرات واکسن تطبیق دهد و این اتفاق بهترین شرایط را برای ظهور سویه های جدید و خطرآفرین کووید 19 پدید می آورد. سازمان بهداشت جهانی نیز اخیراً اعلام کرده گونه دلتا هشداری برای واکنش سریع‌تر و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون در تمام نقاط جهان است، پیش از آن که گونه های خطرناک‌تر از دلتا ظهور پیدا کنند. دو مهمان زمینی برای زهره. سیاره زهره در چند روز آینده میزبان دو کاوشگر فضایی خواهد بود. این دو کاوشگر سولار اوربیتر ساخته ناسا و آژانس فضایی اروپا و بپی کولومبو طراحی شده توسط آژانس فضایی اروپا و ژاپن هستند که روزهای 18 و 19 مرداد از کنار زهره عبور می کنند. هدف اصلی این دو کاوشگر مطالعه و عکسبرداری از خورشید است و آنها از نیروی جاذبه زهره برای نزدیکتر شدن به خورشید استفاده خواهند کرد. در این حال کاوشگرهای یاد شده هنگام عبور از سیاره زهره درباره محیط مغناطیسی و پلاسمایی این سیاره اطلاعاتی جمع‌آوری خواهند کرد تا سفرهای فضایی آینده به این سیاره با برنامه‌ریزی دقیق‌تری همراه باشد. کشف یک فسیل منحصر به فرد باستانی. دانشمندان فسیل 310 میلیون ساله یک خرچنگ نعل‌اسبی را کشف کردند که مغز این جاندار را به خوبی حفظ کرده است. مغز کشف شده در این فسیل یکی از قدیمی‌ترین مغزهای کشف شده در فسیل‌های جانوری است که در کمال شگفتی بسیار سالم باقی مانده است. در فسیل‌ها معمولاً اجزا و بافت‌های نرم حیوانات مانند سیستم عصبی یا مغز از بین می‌رود، اما در نمونه فسیل کشف شده مغز جاندار به خوبی حفظ شده است. دانشمندان علت این امر را نوعی ماده معدنی به نام کاولینیت می‌دانند که در مکان فسیل شدن این خرچنگ نعل‌اسبی وجود داشته است. پیش‌بینی مهارت ریاضی با اندازه‌گیری میزان انتقال دهنده‌های مغز. مطالعه جدید نشان می‌دهد تشخیص وجود دو نوع انتقال دهنده عصبی اصلی در مغز می‌تواند توانایی افراد در حل مسائل ریاضی را مشخص کند. در این مطالعه 255 نفر از کودکان 6 ساله گرفته تا دانشجویان حضور داشتند. تمرکز اصلی این تحقیق روی دو انتقال دهنده عصبی با نام‌های گلوتامیک اسید و گاما آمینوبوتیریک اسید بود که نقش مهمی در انعطاف و شکل‌پذیری مغز دارند. همچنین دو ناحیه مغز که با مهارت‌های ریاضی ارتباط دارند مورد بررسی قرار گرفتند. پس از گذشت 18 ماه تحقیق مشخص شد کمسن‌ترین افراد حاضر در این مطالعه که دارای سطوح بالایی از گاما آمینوبوتیریک اسید و میزان پایینی از گلوتامیک اسید در نواحی مرتبط با مهارت‌های ریاضی مغز بودند، توانایی بسیار بالایی در حل مسائل ریاضی داشتند. اما دانشجویان و افراد بزرگسال این تحقیق که مهارت ریاضی بالایی داشتند، سطوح پایینی از گاما آمینوبوتیریک اسید و میزان بالایی از گلوتامیک اسید در مغز خود داشتند که کاملا متضاد نتایج تحقیق روی کودکان است. دانشمندان هنوز علت این تفاوت میان کودکان و بزرگسالان را نمی‌دانند، اما نتایج این تحقیق گامی مهم در کشف ارتباط میان انتقال دهنده‌های عصبی مغز و ظهور مهارت‌های مختلف در افراد از جمله حل مسائل ریاضی است. تأثیر حرکت وضعی زمین بر میزان اکسیژن موجود. محققان آمریکایی در تحقیقات جدید خود به این نتیجه رسیدند که کند شدن حرکت وضعی کره زمین باعث افزایش اکسیژن شده است. حرکت وضعی همان چرخش زمین به دور خود است و به عقیده دانشمندان این نوع حرکت زمین از 2.4 میلیارد سال پیش با کاهش سرعت روبرو شده است. دانشمندان آمریکایی معتقدند کند شدن حرکت وضعی زمین باعث افزایش تداوم تابش نور خورشید بر زمین شده و همین امر سازوکارهای تولید اکسیژن در زمین مانند باکتری‌ها را به تولید اکسیژن بیشتر وادار کرده است.